این تصویر محمد حسین حسینی است، شهید و گارد امنیتی کرس کوثر. سلام بیننده های عزیز آبی میدیا و برنامه جاده انسانیت. آمدیم تا به حمایت خانواده مبلغ پولی که بلال جان از استرالیا کمک کردن برای ما روان کردن، به حمایت از خانواده نقدن 10,000 افغانی را که مربوطین اون میشه برشان برسن. بله، هموطنهای خوبم، امیدوار هستم هر جای دنیا که هستین از رنج روزگار به دور باشین. ما و حافظ سید مشتاق همکار خوبم امروز آمدیم به پیش فامیل ای شهید. فامیلی هستن که متاسفانه سرپرست فامیلشان در حمله که بر کرس کوثر، یک کرس آموزشی بود، ایشان شهید شدن. و بریم از حال احوال فامیلش بفهمیم، از روزگارش بفهمیم و امیدوار هستم تا آخری برنامه بیننده باشید. و اگر میخواید در این راه با ما باشید، به شماره تماسی که برای صفحه تکرار میشه با تماس شوید تا بتانم با هم دیگه هم صحبت شویم. بیاید تا به داخل بریم. بریم بیاین حافظ جان. تک 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 کنم. کسی هست؟ سلام علیکم، چطور هستی لابا جان؟ خوب هستی صد. من قبلا همکارم آمده بودم رای علی جان گپ زده بود. علی جان چیت میشه؟ مامایت میشه. ما آمدیم رای تان گپ بزنیم، صحبت داشته باشیم و یک توفه هم براتان داریم. خانم ایماندار هستید؟ بله. نامت شما یک پرسان کن. نامت چی؟ امین. امین جان. بیا امین جان، خود چیه استاد حسین مرحوم میشه؟ ما بچهش هستم. بچه کلامش هستی؟ ما بچه کلامش هستم. بیا خیلی بریم کم کم به داخل. بچه بر که شما در اینجا ما دیدیم. چطور هستی لاله جان؟ خوب هستم دیگه. خوب هستی؟ پدر ما را از دست دادیم دیگه. خدا من بیامرزشم، خدا من بیامرزشم، جایشم به بهشت برین است. نامکش چی؟ امین. امین امین جان. امین جان چی اسم مقبولی؟ ای اولی از خودتان است امین؟ نه، ای را کرایه گرفتیم. بیا امین جان به ایجا خانه امین جان یک دفعه ببینید. ایجا را به کرا گرفتیم و چند کرا میتین؟ میفهمید امین جان؟ 3,000 کرا میتین. 3,000 از ایجا کرا میتین. امین جان دقیقا ما در کجا هستیم؟ ای ساهر نامش چی هست؟ ای ساهر مربوط شرک محلی میشه و پیشم پشت سر مسجد شازاده لیزگر. یعنی غرب کابل دشت برچی و محلی را که امین جان یاد کردن. امین جان یاد کردن. خواهر عزیزم چطور هستین شما؟ شکر فضل خدا، شما خوبین؟ زنده باشین قربان شما. شما خانم حسین شهید هستین. بله. و این دو تا خواهرای ما؟ این دخترایش هستن. دخترایتان هستن. آه. و امین جانم پسرتان هست. امین جانم پسر. خداوند عمرشان طولانی بسازه. آه. و ما واقعا متاسف هستیم به این حادثه غم انگیز، به این حادثه که صورت گرفت. بر ما قصه بگو خواهر، چی شد؟ کجا بودی؟ چه قسمی رفتی حسین جان رو پیدا کردی و تا حال روزگار چه قسم پیش میری؟ بخدا اینم اینجا سر نماز استاد بودم دیگه. سر نماز استاد بودم که صدای انفجار شنیدم. صدای انفجار شنیدم، تلفن ها کنید دلیز بود، رفتم تلفن خود گرفتم، به یه آدم زنگ زدم. زنگ زدم، آرش که زنگ زدم، تلفن شروع نشد. تلفن شروع نشد دیگه، زیاد دل متکان خورد. گفتم یه دیگه جایی که انفجار میشد، صدای خود افغانستان دیگه، مشکلات زیاده دیگه. خواهر جایی که یک قدم میشد یا فایر میشد دیگه، دل از من آرام میشد، چون که در کرس بود دیگه. بس دستی داشتی زنگ میزدم، بس دیگه وقت گوشی خود زود بال میکرد، مفهمید که ور خطا میشه، یه دل نداره دیگه. وقت زیر وقتا ما گفتم که ما یک حادثه شد، یک دفعه گوشی خود زود بال کن که ما ور خطا میشه. بس مفته خواست ایه دیگه. عموم روز دیگه که ساعتای 4:30 بجه بود که هرچی زنگ زدم گوشش روخ نشد. زنگ زدی جواب نداد، بعد از او رفتی به پیشش؟ آه دیگه یه هم که شنیدم که در کرس انفجار شده دیگه، در کچه دویده برشتم که برم این طرف شرک مهدیه و اصله نداشتی دیگه. چیزی نبود که تامی پیشم زی بمبه خرابه که دیدین، تام اینجر دویدم، دخترک مصدا زد که مادر بیا تلفن پدر من روخ شده. دیگه خوارک دیگه خودت مفهمی دیگه، از خدا خودش مفهمید که من چی رقم رفتم، چی رقم رفتم در موتر. یک موتر همینجا بود، از زی استادگاه دم زو انداختم خود، رابندی هم زیاد بود، خیلی در وضعیت خیلی بدی رفتم دیگه. رفتم در داخل شفاخانه شدم که سعی کردم که او گرد دیگه کس بود دیگه. باز وقت ببرم در مجرم زنگ زد بود که محمد حسین شهید شده. او خدا دیگه نماز اونجا دیگه در یک وضعیت خیلی خراب، بسیار سخت است.
مادر جان دقیقا خودت چند فرزند داری؟ 7 فرزند، 7 اولاد دارم، 2 تا پسر دارم، 5 تا دختر. پسرکایت دیگهش کجا هست؟ او رفته دیگه مطب رفته خیلی چند ساله هست؟ 6. او 6 ساله هست، یعنی بزرگشی هست؟ او بزرگش هم یعنی سرپرست خانه هست، به لحاظی بچه مردی خانه می هست، تنها مردی خانه می هست. امین جان مکتب میری؟ آه. صنف چند دسیده مکتب؟ صنف 6 مکتب. امین جان خداوند پدرت شهادتش قبول کنه و شما رو صبر و اجر نصیب کنه. آمین. پدرت آخرین بار کجا دیده بودی؟ پدر من امین جی شاو شده بود، آمد خانه، خانه که آمد وقت خواه بود. خودم پدرم گفتم موبایل تا بیتی ما بری برید اکسای ما بیارم، یک جشن داشت. اسم چی هست؟ همیرا. همیرا جان چند ساله هست؟ من 13 سال. 13 ساله. همیرا جان این اتفاقی است که به بسیاری ما در افغانستان افتاد. خب من میفهمم بسیار سخت است، ولی شما دل روحیه ای فامیل باشید. چی آرزو داری که داینده چی کاره شوید؟ دکتر چی هم آرزو دارم؟ به این گوشه خانه کاکای شهید محمد حسین هم نشسته که ما هیچ سال بفرمایید. سلام. سلام علیکم. سلام، خوب استم، سیادتان خوب است، زنده باشید. شهید محمد حسین با خود چی رو بده؟ او پسر برادرم میشد، دمو کرس هم اولا ما بردادم رو شامل کرده بودم، چرا کاشنایی داشتم با استادای کوثر دیگه، همیشه که از او را تیر میشتم خانه ما در قسمت های آسیابی نیست، بین معرفت و بین 40 متره بگم یا 20 متره، همیشه که جای فاتحه می رفتم، در یک مسیر می رفتم، بازم در میدان کرس تا می شدم، باز یک دفعه پالویش می رفتم، بازم ترموز چایش همیشه در پالویش بود، سینگه کش همیشه همونجا بود، کاکای بگه یک پل چای بخور، از کجا آمدیم خسته شده چای بخور، باز طرف خانه برم، بسیار دوست داشتم، بسیار با غیرت بود، بسیار دلاور بود. خدا این شهادتشان قبول کنه. الله آمین. پدر جان شهید محمد حسین جدا از اینکه برادر زادید بود، چگونه یک فرد میدیدیشه؟ چگونه یک برخوردش من حیث یک گارد امنیتی با دانش آموزا و با مردم در جامعه چگونه بود؟ بسیار برخورد خوب داشت، حتی کمی لقب کاکا حسین خانه شاگردای کورس برای او داده بود، کمی کورس کاکا حسین، بخی کاکا حسین میگفت، اخلاقش بسیار اخلاقی حسنه، اخلاق نیکو بود، امی تقریبا سلام 5-6 نفر که گرد بودی تقریبا سر گروپ از اونا می بود، بسیار جدی بود، امی کوشش همی بود که بدل جنی امی کورس خدا نخسته و قضیه نشد تا ما زنده ایم. اما پیشتر هم اینجا قصه کورس شد، بگستم که اونا که گریه میکنه خود دیگه جای محمد سعی نمید یک گرد نمیفه که پور کنه، نه و غیرت از رو داره، نه و اخلاق از رو داره، کورس ها که زیاد چی میکنه همی مسئله شد. پیشتر هم خواهر ما گفتن که اونا میگفت هر وقت انتحاری میشده در کابل میگفته که چرا انتحاری رو نمیگیرن، وقتی اگر ما با انتحاری سر بخورم به خاطر حفاظت هموطنان خود من انتحاری رو بغل میکنم، با اون مبارزه میکنم. خدا ان شهادتشان قبول کنه. پدر جان به این خانواده ای که حالا اندوه فرا گرفته این خانواده را و دخترکا دو تا پسر باقی مانده، آینده اینا رو چگونه میبینی؟ وضعیت اقتصادی و مسائلشان چگونه؟ والا این طرف خیلی خوب باور دارم به خدا، همین طرف امیدوار هستم که شاید یک تعداد خیراندیش ها، یک تعداد دوست ها تا یک وقت زمان به حساب همکاری کنه، دست از اینا رو بگیره، اینا رو دلجویی کنه، بعد از تا که بدر جان همین جان کلان شوه دیگه، یک گروه خانی امیدی به خدا و به یک تعداد دوست های خیراندیش و دیگه از دیگه واقع نشد قالین کار میکنه دیگه، مجبور است که نوزرای قالین بافی یک نان بخور نمیره پیدا کنه که فعلا خودت بلاز میمان وردار و همین چند روزه که میمان میبرد بله بله عذیت داری بله 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 بخیر بله بله بله. من اینجا استم، من اینجا شوام استم، من اینجا روزم استم به خاطر از اینکه پدر محمد حسین برادرایش در اصفهان است، در ایران است دیگه، ما به اینو خبر شدن و اونا دفتن هم کمی قضیه رخ داد، برای من برادر ما زنگ زد گفتم من قضیه معلوم نیست، ما شفاخانه در شفاخانه میگردم، باز خوب باز حال دیدی که موبایل هست، اینترنت هست، این از او گوشه دنیا خبر است. پدر جان اونا خبر شدن حالا چی میگن؟ میگن پدر محمد حسین جان میگه که ما میام افغانستان، چی میگه نظرش؟ برای فعلا اصلا مفاتحه گریش میخواستیم که اونا بیای، اگر شما رسیده میتونین امکانش هست من میری یک هفته در روز
یعنی معطل معطل میکنم. بزرگ گفت که بسیار وضع ایران خراب است، اول خو مسند نداریم، مور میگیره، در ضمن از تومان خیلی پایین آمده، اقتصاد نداریم. شکر پدر شما، خدا از یا سرپرستی میکنی و مواظب هستی، خدا تو را اجر رسانه. الله امین. حال وضعیت اقتصادی خانه چی رقم است خواره؟ حال به نظر چی خواد شد؟ کی باید کار بکنه؟ چی رقم سرنوشت تان فکر میکنی؟ اقتصاد دیگه اقتصاد ضعیف بود خوراگ، اقتصاد دیگه دیگه از اقتصادت پرسان نکو دیگه، خانه کرایی پیسه او برق اونم ماش کی داشت بیچاره اونم رو چند ماش داشت؟ 12000 ماش داشت. 12000 دیگه کرایه برق دولت او دا کلی چیز دیگه اونم رو یک نان خشک پیدا میکرد دیگه، اونم رو میورد خانه. دمزوش هم شکر میکشدم و گفتم خیر خودت هم اونجا جور باشه، اولاده جور باشه، خیر تیر میشه دنیاست، تیر میشه، تیر شده نیه. بازم سر ازم دیگه بیچاره کشش میکرد که از یا غذای سایه نان سایه بره که یاد درس خیدامه بیده، یک چیز شوه این بشه که چیز ضعیف بود زیاد، یعنی امین ضعیف بود زیاد، میگفت اگه میره یک چیزی خوبتر بیتنم که بیدیم که یک ذره تقویه بگیره که در درس خیدامه بگیره، یعنی که چه لاغر بود تشویش میکرد تشویش باید. اینا واقعا تمامش تشویش های ای فامیل هست. پس از این معلوم میشه که 12000 ماش محمد حسین شهید بود و حال امو هم نیست. خب هموطنان عزیز، ما به خاطر همدلی و تعزیت داری به این خانواده آمدیم، به دلیل جا داره که قرآن کریم تلاوت بکنیم و ادای تعزیت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه وجعل الجنة مثواه معنا إنا لله وإنا إليه راجعون الحكم لله. هم آخرتان باشه، سرتان باشه، خواهر گل ما و همچنان ما امروز با یک تحفه به خدمت شما حاضر شدیم که ما تشکری میکنم از هموطن خوب ما که همیشه دستگیر ما هستند تا بیای ما به حمایت هموطن خوب ما بشتابیم. مبلغ 10000 افغانی قسمی که یاد کرد موحد صاحب سر بلال جان استرالیا مبلغ پول فرستاده شده که 10000 افغانی شبه این فامیل ما تخصیص میتیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10000 10000 افغانی پول نقد هست و خواهر عزیز تشکر بخیر باشیم، کم ما و کرم شد همه که دلجویی کردین، همه که آمدین در خدمت ما رسیدین، همه تمام چیز قربانتان. پیامت گفتنی با کل هموطنهایی که ما را بینیم به هستن چی هست؟ پیام دیگه پیام خاص ندارم دیگه، پیام ما میه که دیستی همیزی یتی ما را بگیره دیگه، همی یک چیزی برای همیزی ناکو مرشا کنی، همی یا برای درس خود ادامه بیده که همی یا آینده زیاد خوب شده دیگه، همی پیام همی بر دوست آوری. بیننده های عزیز تشکر که
در این برنامه را تاییدم بیننده بودین و دیدین که این فامیل در چه شرایط بد اقتصادی قرار دارن و در این یک اندوه قرار دارن و لازم است که دست اینا گرفته شود. شما را تماسایی که در این صفحه همه بینین پل ارتباطی است بین ما و شما که شما کمک های خود بفرستین و ما وسیله قرار بگیریم برای این فامیلا و جمع فامیلایی که نیازمند هستند برسانیم. و همچنان از تمام دوستایی که در عرصه مادی سهم میگیرن در کمک خانواده تشکری میکنیم. بخیر سلامت باشین. بسیار تشکر هموطنان خوبم جان، سپاس بازم از اینکه ما تا این ده بیننده بودین و بازم انشالله غم آخرتان باشه. آمین. و خوشحال شدم از اینکه خواهر و مادر و برادرم را دیدم و انشالله که خداوند عمر طولانی به خودت به اولادات نصیب کنه. و تو یک شیرزن هستی و بازه به اولادات بسیار باش و شما دخترها هم نور چشم فامیل هستید و هیچ وقت روحیتان از دست ندین. به امو انگیزه ای که پدرتان زندگی کرد به امو انگیزه ادامه بدن. امروز صحبت های داشتیم با قهرمانی که متاسفانه شهید شده و اولادای او قهرمان امروز امروز ما نشسته بودن و صحبت داشتیم و تشکر میکنم از معهد صاحب از قرائت زیباشان و انشالله که خداوند خیر برکت نصیب بکنه. تا برنامه بعد جاده انسانیتی که ما در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپاریم.